سلام خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه دوره گیت ما جلسه قبلی بچا چیکار کردیم جلسه قبلی اومدیم یه فایلی رو بردیم تو حالت استجینگ الان منتظره که این فایل رو ما کامیت بکنیم خب پس الان ما یه فایلی داریم که رفته توی این محله استیج منتظره که من دستور گیت کامیت رو بزنم بیا توی حالت آن مودیفاید دستور گیت استاتوس رو بزنم اون فایل رو بعد ببینم فایل سه دا تکس خب بریم کامیت کامیتو بزنیم گیت کامیت داش ام میتونم دسکریپشن اضافه کنم سکند کامیت خب یه جواب به من برمیگردون این جواب رو یه چک بکنیم این جواب چی به من میده بچه‌ها اولا میگه یه دونه فایل تغییر کرده خب راجع به این جد... میم صحبت میکنیم در ادامه ویدیو یه سه چیزش الان بگم سه هم در ادامه میگه یه دونه فایل تغییر کرده و این فایل یه خط بیشتر نداشته خب طبیعیه دیگه فایل من یه خط بیشتر نداشت فایل 3.txt یه خط بیشتر نداشت این پرمیشنش رو به من میده و اینم اسم فایل رو میده خب اما این فایل من وقتی بچه‌ها من کامیت میکنم چه اتفاقی میفته شما وقتی این فایل رو کامیت میکنید خب سه تا آبجکت درست میشه بچا سه تا آبجکت در اینجا درست شده اگه بخوام بنویسم بذید رو پاک کنم اگه بخوام سه تا آبجکت رو من اینجا بنویسم این سه تا آبجکت رو اینجا بنویسم بعد بیایم در ادامه صحبت کنیم بچش یه دونه create new Object. Object, uh, uh, commit object یه ابجکت یه ابجکت کامیت ابجکت درست می‌کنه create new blob object for file c.txt و create new tree object الان میخوام خوام راجیم سه تا صحبت کنیم که این سه تا درست میشه چه جوری درست میشه اسمشون چیه و اینا الان باید من دیگه هیچ فایلی رو داخل کیت استاتوس هم دیگه نباید داشته باشن نه فایلی تو استیجینگ یا نه تو فایلی تو آن خب حالا ببینیم چی شده الان لا گیت لاگ رو ببینیم گیت لاک گیت به من میگه که شما الان دو تا کامیت دارید یه دونه فرست کامیتتون بود که ویدیو قبلی راجع به صحبت کردیم مال چند جلسه قبل درستش کردیم یه دونه هم الان درست کردیم یعنی یه دونه کامیت الان زدیم این هش کد کامیده اینو گفتم بعدا راجع به صحبت بکنیم. این هم شخصی که رو زده و این هم تاریخی که کامیت زده شده اوکی حالا بریم محتویات این کامیت رو ببینیم بچه‌ها محتویات این رو ببینیم چجوری محتویات یک کامیت رو میدیدیم با گیت کت, دستورش رو بنویسم گیت پس خب بچه الان ما فهمیدیم که یه دونه آبجیت کامیت درست شده اینو با هم دیدیم این آبجیت کامیتیه که دقیقا درست شده بریم حالا دوتای دیگر رو پیدا کنیم گیت کت آ... داش فایل کت داش فایل دش پی چند تا کارکتر، شیش تا کارکتر اولش رو بنویسید 7F E3 D2 7F E3 D2 این طریق خب محتویتش بچه هایی محتویت جالبی دارن یه تا تیری آبجکت داخلشه این تیری آبجکت چیه؟ بچه ها گفتم کامیت آبجکت به یک تیری آبجکت اشاره دارند یه پوینتره که به تیری آبجکت اشاره داره پس اینا پیدا کردیم بچه این هم پیدا کردیم درسته پس تری آبجکت رو پیدا کردیم کامیت هم که دیدیم پرنته چی میگه بچه ها؟ اگر یادتون باشه این کامیت کامیت دوم ما بود بچه ها. کامیت اول ما چی بود؟ این بود بذار کامیت اول محتویتش رو ببینیم 3 تا نو ای سفر اف این کامیت اول منه کامیت اول همیشه رود روت کامیت بچه ها روت کامیت پرنت نداره بالا دست نداره اما کامیت های بعد از اون چرا پرنت دارن الان پرنت این میشه این بچه ها پس این پرنت اشاره داره به این کامیت پایینیه که روت کامیته کسی که کامیت رو زده همون شخصه این هم که تایم, تایم میشه، بشه بر اساس ثانیه از 1970 و آخر. پس بچه ها ما الان تا الان فهمیدیم که یه دونه کامیت آبجکت ساخته شده یه دونه تری آبجکت ساخته شده اوکی حالا اگه بچه ها بریم داخل خود دایرکتوری گیتمون اینا رو میبینیم اونجا بریم داخل اینجا آبجکت خب اینجا رو کنید بچه ها بزنید در کنم خب یه دونه باید داشته باشم خب تری آبجکت همه با دیدی شروع میشه این آشش. یه خواهم داشت خود کامیت با هفت f شروع میشه ایناهاش پس این دوتا اینجاست یه دونه میمونه چی بچه ها بلاب ما. که ببینیم کدومی که از اینه بلاب آبجکت ماست پس این میشه تیری آبجکت ما که اینجاست این هم میشه کامیت آبجکت ما حالا برای اینکه بچه ها بریم اون بلاب آبژکت رو پیدا کنیم چی کار میتونیم بکنیم میتونیم بریم این تیری آبژکتمون رو محتویتش ببینیم بریم محتویت تیری آبجکت رو ببینیم کیت cat p تری آبجکت اون چیه؟ دی 6 c p 8 بله سه تا فایل آخرش فایل یکو رو که خب قبلا داشتیم این هش کدشون بچا دقیقا مشابه هش کد قبلا نشونه چیزی که تو تری آبجکت قبلی داشتیم اوکی پس این فرقی نکرده چرا چون محتویات فایل یک و فایل دو تغییر نکرده اما چیز جالب برای ما چیه بچه ها؟ این فایل سه که یه دونه بلاب آبجکت الان براش درست شده اینا پیر میشه نشه با اف سی شروع میشه که میشه بچه ها این پس این میشه تیری آبجکتمون این میشه کامیتمون این هم میشه بلابمون اون سه تایی <تصفح> اون سه تایی که دنبالش بودیم رو پیدا کردیم ما دنبال من اوز بخوام دام گرفت ما دنبال سه تا آبجکت بودیم بچا که سه تا آبجکت رو پیدا کردیم کامیت رو پیدا کردیم بلا آبجکت رو پیدا کردیم و تیری آبجکت رو هم اینجا پیدا کردیم بسیار همالی حالا اگه بچا بخوام ساختار کلا دایرکتوریمون الان ببینیم گیتی ریپوزیتوری رو ببینیم یه همچین شکلی پیدا کرده بچا این قسمت سمت چپ یعنی اینجا خب همون کامیت قبلیمونه مونه بچا که میشه روت کامیت یه تری آبجکت داشت داخلش فایل یک و فایل دو بودش درسته اینو قبلا راجع به صحبت کردیم چیزی که الان اضافه شده یه سکند کامنت آبجکت که اینه داخلش یه دونه پوینتر هستش که به سمت تیری اشاره داره که اینجا دیدیمش اینهاش یه پوینتری که به پرنتش اشاره داره به کامیت رود که اینم اینجا دیدیم اینهاش و یه دام هشکوت خودش داره که اینم اینجا دیدیم کدوش ایناش این هم هشت خودش داخلش تیری آبجکته تیری آبجکت الان به سه تا فایل اشاره داره فایل یک، فایل دو و فایل سه این هم اینجا دیدیم بچه ها. این تیری آبجکت وقتی محتویتش رو باز کردیم دیدیم داخلش سه تا فایل است. دو تا فایل همون فایل قدیمیمون بود که هشت هم ثابت بود چون محتویتش عوض نشده بود <تصفح> من سه سیدام گرفیم و یه فایل جدیدی به نام فایل سه هم اضافه شد که یه هشکود جدید داره این پایین هم یه دونه خط کشته که به اساس زمان نشون میده یعنی میگه از اینجا زمان شروع شده تا به این سمت ادامه پیدا کرده خیلی خوب اینم یه شناخت کلی و راجبه به دستورات بیسیک گیت خب و امیدوارم که دقیقا براتون جا افتاده باشه مطلب حالا باز جلو تعبیریم انقدر از این مثالا میزنیم که دیگه ملکه ذهنتون میشه بریم بیایم بچا تو جلسات بعدی تو چند جلسه آینده که میشه فصل جدید ما میخوام راجع به دو تا چیز صحبت کنیم یک میخوام راجع به هیت صحبت کنیم دو میخوام راجع به مستر یا برنچمون صحبت کنیم پس راجع به دو تا مفهوم قرار در جلسه بعدی صحبت بکنیم یک هد و دو برنچ بریم بریم میشه دا جلسه در خدمتتون خواهم بود فعلا خدا بسواج.